بله، این روزها فضای مجازی درگیر با ماجرای خانم مارال نصیری که برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره انستیتو فیلم سوئد شده. خانم نصیری که یک بازیگر ایرانی سوئدیه در مراسم جشنواره انستیتو فیلم سوئد موسوم به سوسک طلایی بود، برنده جایزه بهترین بازیگر زن سوئدی برای ایفای نقش در فیلم دشمن شد. اون موقع دریافت جایزه سوسک طلایی وقتی که روی صحنه رفت، بیشتر از هر زمان دیگه‌ای اون 71 اسمی که روی سر و بدن خودشون نوشته بودن جلب توجه کرد و به این شکل یک قهرمان دیگه به صفوف قهرمانان جنگ کازرون پیوست و یک شبه خانم مارال نصیری شهرت و اسم و رسمی برای خودش به هم زده که نگو و نپرس. خانم نصیری گفته که در ایران متولد شده و در زندان بوده و اعتصاب قضای زندانیان برای نجات جانش مهم بوده، چون اگه میگه اونا نبودن من همونجا در زندان میموندم. و این بازیگر 43 ساله جایزش رو تقدیم کرده به تمام زندانیای سیاسی در ایران که برای آزادی مبارزه میکنن. در این مراسم برنامه بهترین سینمای سوئد در سال 2023 در رشته‌های مختلف معرفی شده و فیلم دشمن که یک درام سوئدی نروژیه به نویسندگی و کارگردانی میلاد عالمیه. در این فیلم پیمان معادی نقش یک کشتیگیر ایرانی به نام ایمان رو بازی میکنه که به همراه همسرش مریم که مارال نصیری اون نقش رو بازی کرده و دخترشون اصل که نیکول مهربود و سحر دایانا فرزامی به عنوان پناهنده به سوئد مهاجرت کردن. یعنی نقش یک خانواده پناهجوی ایرانی در سوئد رو بازی کردن. و من حالا سوای همه حواشی ها در پی این مسئله، برای من جالبه که وقتی که خانم مارال نصیری وقتی کودک بوده در زندان بوده، مادرشون دستگیر شدن، ایشون هم به همراهش رفته و اون 71 اسامی که نوشته شاید خیلی هاشون اصلا یا زنده نیستن یا آزاد شدن به طریقی، و نوشتن اون اسم ها که از ایشون یک قهرمان میدیای ایرانی داره سعی میکنه بسازه، این کار بی‌معنی و بی اساس چه کمکی اساساً میکنه به حال زندانیای سیاسی؟ میگم خانم 43 سالشه و وقتی که نوزاد بوده در زندان بوده، اون 71 تا اسم هم به اون زمان مربوطه، توجه بکنید، نه زندانیای جدید. و حالا اینکه دوربینا و یا افراد به خاطر کند و کاش کردن فهمیدن اسم اون زندانیا رو سر و سینه و بازوهای این خانم به اصطلاح مبارز باید ساعت‌های دوربین ها یه فیلم برداری و عکس برداری بالا پایین بره و یا چشم ها بخزه از این سو به اون سو، چه سودی داره واقعا برای کسانی که گفتم یا در قید حیات نیستن و یا اینکه اگرم هستن یه گوشه زندان دارن میپوسن و یا یک زندگی متفاوتی رو در خارج از زندان دارن اگر آزاد شدن؟ آیا واقعا این سوء استفاده از شرایط رقتبار مردم داخل ایران و یا زندانیان سیاسی چه که واقعا دست به گریبان هستن با فلاکت زندگی خودشون، چی رو نصیب این خانم میکنه که بعد از این همه سال یاد اون 71 نفری افتاده که اعتصاب قضا کرده بودن که اگه نمیکردن این خانم الان نمیتونست توی سوئد باشه و اونجا نمیدونم هنرپیشه بشه یا یا پناهنده بشه و این حرفا. واقعا از یه طرف دیگه ما میبینیم این از این خانم یهو به عنوان یک اسطوره در فضای مجازی همچین دست به دست میکنن که کسانی که قهرمانی خودشونم خلاصه میشه به فقط پای کامپیوتر نشستن و نوشتن و توهین کردن و برچسب زدن و یا وراجی کردن و
از اینجور چیزا، یعنی کارای خاصی نمیتونن بکنن برای مردم ایران، ولی از هر ماجرایی، از هر جریانی استفاده میکنن برای اینکه خودشون رو مطرح کنن. و این واقعا در طول 45 سال گذشته تنها روشی بوده که بسیاری به آب و نون رسیدن، بسیاری حتی صادراتی های رژیم که خارج از ایران به اسم اپوزیسیون و یا مبارزین، حالا از هر شکل و فرمی، نمیدونم اصلاح طلب باشه، نمیدونم سبزی باشه، سرخی باشه، سلطنت طلب باشه، هر چی که باشه، چی نصیب واقعا مردم داخل ایران میشه که با فلاکت و بدبختی دارن هر روز زندگی میکنن، زندگی که تقریبا با یک مرگ تدریجی و یک به اصطلاح واقعا با یک مرگ تدریجی هیچ فرقی نداره. و این وسط کسانی به آب و نون میرسن که اصلا یادشون میره که به چه دلیلی اینقدر مطرح شدن. یعنی آیا شایسته است که از هر فرصتی بعضی افراد، مثلا خانم شهری آخداشلو هم یه همچین کاری رو سر قضیه زن زندگی آزادی کرد، ورداشت روی لباسی که کسی دیگه دوخته بود، فقط ایشون افتخار داده بود که بپوشه، نمیدونم دامن چپ و راستش نوشته شد که نمیدونم مثل دوتا از زندانیای جریانات زن زندگی آزادی و یا همون شعار زن زندگی آزادی. خود چی شد؟ الان جریان ماجرای زن زندگی آزادی کجاست؟ ولی خانم شهره آقداشتو برای خودش مقطعی هم که باشه ریتینگ بالایی در صفحات مجازیش به وجود اومد. و خب اینا هم دنبال همینن. مگه ما راجع به خانم همون معصومه علی نژاد قمی کلان ندیدیم که ایشون حتی بعضی فیلم های ساختگی از گفتگو با به اصطلاح خانواده های داخل خانواده زندانی داخل ایران و اینجور چیزا میکنه با افرادی که ناشناس هستن از نظر چهره ای، و فقط و فقط فکرش بالا رفتن ریتینگ برنامه هاشه. حالا کم از چپ و راست پول میگیرن ولی ریتینگ برنامه هاشون هم براشون مهمه. ولی باز ما ملتی هستیم، مردمانی هستیم، انقدر ساته اندیش، انقدر ساده باور که دائما به این دام میافتیم. و اگه کسی بیاد با تلنگر بخواد ما رو بیدار کنه از این به اصطلاح حماقتمون یا خواب عمیقی که فرو رفتیم و همه رو داریم با حسن نیت همه مسائل اطرافمون رو تجزیه تحلیل قرار میدیم، یه کسی بیاد و ما رو بخواد بیدار کنه، چیکار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم به اون تهمت میزنیم که ای فلان فلان شده، تو با جمهوری اسلامی هستی، تو فلان هستی، تو بهمان هستی. بابا بسه بسه. واقعا اگر من بارها گفتم من هیچ وقت ادعای این که مبارز هستم رو نکردم، ولی اگر اون کسانی که ادعای مبارزه میکنن از پای کامپیوترها و وراجی کردن و تهمت زدن و توهین کردن و فحش و فحاشی کردن به اینو اون دست بردارن، همشون یکی یه دونه بلیت بخرن پاشن برن ایران و کف خیابون همشون یک جا بر علیه حکومت مبارزه کنن. اگه نه، این جور کارهای نمادین و مزخرفی که حتی در چارچوب فرهنگی ما جا نداره و هیچ دردی از دردای مردم داخل ایران و یا زندانیای سیاسی و یا زندانیای عقیدتی اجتماعی رو حل نمیکنه. یه مثل معروف انگلیسی هست که میگه که سرتیتر روزنامه‌های خبری امروز رپ فیشن چیپس فرداست، یعنی خبرهای امروز هر چیزی که هست یک روز بعدش میره تو مغازه ها، حالا عامیانشو بگم، تو سبزی فروشی و توش یه مقدار تره جعفری میذارن و با یه نخی میبندن و میدن دست خریدار. یعنی اونقدر مردم سریع فراموش میکنن، و ولی اون لحظه اون شخص برای خودش یک پاپولاریتی درست کرده که بعد از اون کانال میره و از اون کاری که به اصطلاح کرده به عنوان یک فعال حقوق بشر و اینا خودشو رجیستر میکنه یه جایی، ولی اون متن موضوع، اون متن ماجرا به راحتی فراموش میشه و لوس میشه. من توصیه‌ام به این خانم مارال نصیری و یا هر کسی دیگه از این دست توصیه میکنم
که از این کارهای نمادین و مسخره دست بردارن و این رو بدونن که این با این کارا فقط برای خودشون دارن فکر نون و آب به خودشون هستن. این خانم گفته جایزه خودشو تقدیم کنه به زندانیای سیاسی. آقا از این گنده تر شما جایزتون رو هدیه بکنید چی میشه مثلا؟ چی میشه؟ چه دردی از درد مردم ایران حل میشه به غیر از اینکه شما برای خودت شهرت میسازی؟ و چند دقیقه دیگه همه اون حضاری که در اون جریان ماجرا هستن به راحتی فراموش میکنن و همه فراموش میکنن که کاری که شما کردی انگیزش چی بوده. بله همه دست میزنن آفرین برابو میگن، وقتی میرن خونه یک روز بعد فراموش میکنن. ولی بله شما برای خودت یه جاپایی باز میکنی خانم مارل نصیری و امثال شماها، برای خودتون یک دکونی باز میکنید در فضای به اصطلاح حقوق بشری و دموکراسی که این غربی ها دائما دارن حرفش رو میزنن. دموکراسی و حقوق بشری که حتی برای خود اون غربی ها هم در همین حد کلیشه‌ای مطرحه، همینقدر. و شما خانم مارال نصیری و امثال شماها همتون بازیگر صحنه دموکراسی غربی هستید، دموکراسی که در عین حالی که برای شما کف میزنه و براو میگه با جمهوری اسلامی مماشات میکنه و شما فقط مترسک های بزک کرده ای هستید که صحنه سیاسی رو از نظر میدیایی رونق میدید. همین.